خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران دندان پزشکی عزیز. امیدوارم که حال و احوال تو خوب باشه. این ویدیو رو تهیه و تنظیم کردم بابت درخواست شما دوستان که سوالاتی در مورد تفاوت‌های دندان پزشکی توی کشور دانمارک و ایران داره. این چیزهایی که عرض خواهم کرد در ادامه تجربیاتی هستش که تجربه هستش که توی این یک سال به خاطر کار کردن توی کلینیک‌های دانمارکی در واقع آیده بنده شده و طبیعتاً به خاطر بازه زمانی کوتاهی که داره خالی از عیب و نقص و عرضم به خدمت به صورت جامع و کامل نخواهد بود طبیعتاً، که امیدوارم عذر بنده رو بابت این قضیه پذیرا باشه. خب دندان پزشکی عملی البته سعی میکنم با اون شروع بکنم. دندان پزشکی به صورت کلینیکی توی دانمارک تفاوت آنچنانی با کشور ایران نداره و حتی اینو به قطع میتونم عرض بکنم که به صورت جنرال و کلی همکاران دندان پزشکی توی ایران طبیعتاً اونجوری که بنده توی این یک سال دیدم درمان های خیلی خیلی بهتری نسبت به دندان پزشکان توی دانمارک ارائه میکنن و کیفیت کارها توی دانمارک نسبت به ایران ضعیف‌تر هستش، که البته قابل درک و قابل توضیح هستش که چون طبیعتا تعداد کیس ها و بیمارانی که ما توی ایران میبینیم و درمان میکنیم، مایلی میکنیم درمان میکنیم، تله درمان میدیم بیشتر هست به طبیعتاً، به خاطر همین ما تجربه بالایی هم از بابت طرح درمان و ارائه درمان های کلینیکی داریم که این باعث میشه که ما نسبت به این دندان پزشکان توی دانمارک کار کلینیکی بهتری داشته باشیم. و ولی موضوعی که اینجا برجسته است و بایستی این رو هم اشاره بکنم، متاسفانه به خاطر تحریم ها و هزینه های پایین دندان پزشکی نسبت به درآمد نسبت به درآمدی که دندان پزشکان نسبت به هزینه های خروجی که دارن پایین تر هست نسبت به کشورهای دیگه مثل همین دانمارکی که داریم در موردش صحبت میکنیم. این دوتا موضوع تحریم و در واقع هزینه های بالاتر نسبت به درآمدمون باعث میشه که موادی که استفاده میکنیم نسبت به کشور دانمارک طبیعتا اون کیفیت بالایی که این دندان پزشکان توی دانمارک استفاده میکنن رو طبیعتا نداره و توی دانمارک با یه حجم عظیمی از در واقع مواد و کالاها با کیفیت بالا حالا که اکثران هم از کشورهای همسایه مثل آلمان و سوئیس تطمیع میشه رو دارن و طبیعتاً باعث میشه که تجهیزات و موادی که استفاده میکنن طبیعتاً کیفیت بهتری رو خواهد داشت و این موضوع بیتی میخواستم این رو هم اشاره بکنم خدمتتون. موضوع بعدی موضوع در واقع ژورنال نویسیه. ژورنال نویسی در به نظر بنده بازم عرض میکنم طبق این تجربه یک سالی که داشتم بلدوترین و برجسته ترین تفاوت بین دندان پزشکی توی ایران و توی دانمارک که توی در واقع امتحانهایی که ما برای ایوالویشن یا ارزیابی یا مدل سازیمون انجام میدیم مهمترین قضیه که ذکر میشه و توی امتحانات هم روش تمرکز خاصی دارن که حتما افرادی که میخوان معادل سازی بکنن این رو خوب بلد باشن همین قضیه ژورنال نویسی هست. ژورنال نویسی در واقع همون یا پرونده سازی برای بیمار هستش که بایستی تمام جامعیت و کامل تمامیت خاصی داشته باشه که تمام موضوعاتی که بیمار در طی سالها باش در ارتباط بوده و هست رو شامل بشه تا بتونیم تا دندان پزشکا بتونن به یک تشخیص دقیق برسن و موضوعی رو میس نکنن و از قلم نندازن در طی تشخیص و طرح درمان هاشون و همچنین درمانی که ارائه میدن.
و بازم عرض میکنم توی دانمارک به این قضیه ژورنال نویسی خیلی بها داده میشه و بایستی همکاران به این قضیه خیلی اشراف داشته باشن. کسانی که میدونه تمام دارن یا قصد مهاجرت به دانمارک رو دارن این قضیه رو بایستی حتما بهش اشراف داشته باشن. من برای اینکه چیز رو از قلم نندازم تو پاس این موضوعات که یاد گرفتم توی یک سال سعی میکنم به صورت کلی اینها رو توضیح بدم و باز در طی سالهای آتی مواردی که لازم باشه رو بهش اضافه میکنم در یه ویدیوهای بعدی. خب در مورد ژورنال نویسی باید عرض بکنم که بعد از وارد کردن اطلاعات کلی بیمار هم از نام و نامه خانوادگی آدرس و تلفن و ایمیل و راه های ارتباطی و بیماری های خاصی که بیمار داشته و داره و داروهایی که استفاده میکرد و میکنه اینا همشون بایستی ذکر بشن و در صورتی که بیمار توانایی و یا اطلاعات خاصی از داروهایی که مصرف میکنه نداشته باشه. در دانمارک چون تمامی سیستم های درمانی اتوماسیون وست هستن شما میتونید از طریق پورتابلی به اسم FMK با وارد کردن شماره نظام پزشکی و نمایدیتون دسترسی داشته باشین به داروهایی که بیمار استفاده میکنه، دوزارشون و طریق مصرفشون که از طریق اون پایستی اپروچ به طرح درمانی که شما قراره داشته باشین تحت تاثیر قرار میگیره طبیعتا و اون رو بایستی داکیومنت بکنید، ثبت بکنید توی ژورنال بیماری. بعد از این موضوعات یک شرح حالی هم از بیمار در مورد روزمرگیش میپرسین، از بابت دایت یا رژیم غذاییش، وضعیت اجتماعی که داره، تنها زندگی میکنه، حالت دپرشن داره یا نداره، یا مثلا به عنوان مثال اگر فرد عزیزی را دست داده باشه به تازگی که تحت تاثیر قرار داده باشه و مشکلات روحی روانی واسش پیش آورده باشه اونها بایستی حتما ذکر بشن و اینها موضوعاتی نیستن که به سادگی از روش رد بشه توی بشه از روش رد شد توی دانمارک و حتما بایستی دوستان دندانپزشک در درمان‌هایی که توی دانمارک خواهند داشت بهش بها بدن و دست کم نگیرنش. بعد از این موضوعات که داکیومنت و ثبت شد توی در واقع ژورنال بیمار یک معاینه کلی از ناحیه فک و صورت و شمای کلی صورت انجام میشه که اگر حالت پاتولوژی مشاهده شد حتما گزارش نوشته میشه توی ژورنال و اگر دسترسی به گرافی خوب با کیفیت بالایی داشته باشید بایستی حتما عکسش رو هم زمینه پرونده بکنید. موضوع بعدی بررسی مفصل فکی یا TMJ هستش که بررسی میکنید در صورتی که بازی حالت پاتولوژی مشاهده کردین اون رو هم ثبت و گزارشش بکنید. استپ بعدی که بایستی شما در معاینتون در نظر داشته باشی معاینه مخاط نرم داخل دهانی هست، شامل زبان، مخاط داخلی گونه، کام، کف دهان و و و این موضوعات حتما بایستی بررسی بشن این قسمت ها. بعد باز هم اگر حالت پاتولوژی خاصی دیدیم اون رو هم با یک گرافی با کیفیت بالا اگر وجود داشته باشه زمینه پرونده بکنیم. موضوع بعدی بررسی سطوح دندانی و اینترپروکسیمال مخصوصا هستش با سوند که در صورتی که شما کویتی یا پوسیدگی دیدین اون رو با دیاگنوز کامل بدون دیاگنوز در واقع شما ژورنالتون ناقص خواهد بود توی این زمینه. اگر پوسیدگی خاصی دیدین که توی محیط دهان وجود داره ذکر میکنین، بعد از توضیح کاملی که دادین دیاگنوزتون رو مطرح میکنین و باز هم میگه بدون دیاگنوز شما ژورنالتون در واقع تو اون زمینه ناقص محسوب میشه. موضوع بعدی که به نظر من یکی از تفاوت‌های دیگه سیستم درمانی ایران و دانمارک هست موضوع
بها دادن به بیماری های پریودونتال توی دانمارک است. توی دانمارک بیماری های پریودونشیوم خیلی خیلی بهش بها داده میشه و به خاطر همین بنده شاهد بیمارانی بودم که مراجعه میکنم برای معاینات دوره‌ای و سنشون خیلی بالاست. به عنوان مثلا سن بالای 80 سال بیشترین درصد بیماران ما رو توی کلینیکی که من کار میکنم شامل میشه و اکثرا میشه گفتش که 3 یا 4 تا دندونشون رو از دست دادن که در مقایسه با بیمارانی که ما شاهدشون هستیم توی ایران تفاوت خیلی قابل ملاحظه ای داره و این برمیگرده به موضوع بهداشت دهانی و به بها دادن به همین بیماری های پریودونشیوم که عرض کردم و این باعث میشه که بیماران تا حد امکان دندون های خودشون رو حفظ بکنن و ازش استفاده بکنن و باعث شما هم بعد از اینکه به این سیستم وارد میشین حتما این رو لحاظ بکنیم و حتما بیماری های پریودونشیوم رو به صورت کامل ذکر بکنیم که با پروب کردن در واقع سالکوس یا در واقع پاکت های دندانی پاکت ها به صورت پاتولوژی مطرح میشه. سالکوس دندانی همونجور که ما خودمون توی دانشگاه بهش بهمون یاد دادن توی 6 نقطه از در واقع دور دندان اینها رو در سر تا سر در محیط دهان بررسی میکنیم و در صورتی که حالت پاتولوژی پیدا کردیم ثبتش میکنیم و اگر این تعداد بیشتر از یک نورمی باشه مثلا از 4 تا 5 تا این رو با بیمار مطرح میکنیم و با هماهنگی بیماری جلسه دیگه تحت عنوان PUD برای ثبت و رجیستر کردن ارقام مربوط به عمق پاکت ها با بیمار هماهنگ میشه که اونها هم ثبت بشن و طی سالها و جلسات آتی اونها مقایسه بشن که بیمار چقدر حسرت یا پیشرفت داشته در کنترل بیماری های پریودنتالش. که حین این معاینات پریودنتال حتما بایستی درصد پلاک یا پلاک پوسنت، تنستین پوسنت یا درصد جرب و بی او پی یا بلیدینگ آف پروبینگ حالا انگلیسیش هست درصد ذکر بشه که در واقع این ایندیکیشنی میشه برای جلوگیری که شما قرار انجام بدین اگر جلوی وجود داشته باشه یا نیاز به درمان جلوگیری داشته باشه که توی دانمارک تنوانستینگ یا شستشوی تحت لفظی بخواییم معنا کنیم شستشوی دندانی به صورت اتواری یک سال یک بار حداقل انجام میشه توی دانمارک و برای اینکه شما بتونید این کار انجام بدین بدون ایندیکیشن شما قادر نخواهید بود و طبیعتاً ایندیکیشنش همین 3 موضوعی هستش که بنده عرض کردم و بدون یادداشت کردن و ثبت این 3% شما ایندیکیشنی نخواهید داشت برای تنوانستینگ و حتی برای مقایسه پیشرفت و پسرفت دوباره بهداشت دهانی یا منهوی عینه به قول دانمارکی ها برای مقایسه این پیشرفت و پسرفت بیمار در این زمینه. باز در مورد بیماری های پریودونتال هم عرض بکنم اگر دوستان موردی پاتولوژی پیدا کردن بعد از اینکه اون رو کامل توضیح دادن حتما بایستی این دیاگنوزش رو هم بنویسن که این دیاگنوزی که از این پاتولوژی دریافت میکنن چی هست و اون رو ثبت بکنن و این دیاگنوز رو بدون دیاگنوز ژورنال شما باز تکیه میکنن کاملا ناقص هست و شما با فقط دیسکریپشن یا توصیف اون پاتولوژی ژورنالتون رو تکمیل نمی کنید و دیاگنوز هستش که در واقع موضوع نهایی یا نقطه سر خط در واقع ژورنالتون محسوب میشه. بعد از بررسی پریودونشیوم موضوع همدی موضوع یادم رفت که در مورد بحث دندان ها حتما بایستی بایت هم ثبت و ارزیابی بشه، یعنی اگر حالت پاتولوژی وجود داشته باشه که کلاسیفیکیشنش هم حتما بایستی اشاره بشه و اگر یک حالت پاتولوژی مثل مثلا کراس بایت وجود داشته باشه اونها هم
توصیف سخت بشن، و اگر یک فوتوگرافی کامل و رزولوشن خیلی بالایی داشته باشی میتونید اونها رو هم به صورت عکس داکیومنت بکنید. بعد موضوع بعدی که بایستی دوستان در سیستم دانمارکی بهش اشراف داشته باشن و حتما اون رو انجام بدن، موضوع تن استاتوس یا در واقع دنتال استاتوس هستش که بایستی تمامی دندانهایی که توی دهان بیمار هست حتما کدوم دندونها هستن، کدوم دندونها نیستن، کدوم دندونها چه درمانهایی روشون انجام شده، حتما بایستی قبل از همه این کارا که عرض کردم، متاسفانه بعضیشون جای انداختم، حسو پیش نوشته بودم توی کاغذم، اینا حتما بایستی نوشته بشن و ژورنال بیمار کامل باشه، نه اینکه فقط شما کارهایی که انجام میدین رو به ژورنال انتقال بدین. کارهایی که ما کاری که به صورت نرمال ما توی ایران انجام میدیم این شکلی، ولی خب شما قبل از انجام تمام درمانهایی که میخواین انجام بدین حتما بایستی یک استیتوس کامل از دندانهای بیمارتون داشته باشین توی ژورنالتون در حالی که انجام شده قبلا، و اینها رو بایستی اشاره بهش بکنیم. تمامی این اطلاعاتی که شما ثبت کردید در واقع توی ژورنالتون، شما برای اپروچ و دیاگنوزی که در واقع اینا رو عرض می‌کنم دوباره تاکید چند بار برای دیاگنوزهایی که از پاتولوژی‌هایی که پیدا کردیم داخل دهان خارج از دهان، شما یک اپروچی خواهید داشت تحت عنوان طرح درمانی تریتمنت پلان یا بهندلینگز پلان به دانمارکی، که شما برای داشتن برای انجام و اجرای این موضوعات دوباره نیاز به ایندیکیشن خواهید داشت که ایندیکیشن هاش با توجه به موضوعی که شما پیدا کردین متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال شما یک مثلا یک پوسیدگی پیدا کردین و میخواهید برای این پوسیدگی به نظرتون نیاز به عصب کشی داره، پوستگی خیلی عمیقه است، و شما حتی با اینکه میبینین پالپ اکسپوز شده و دیسکریپشنشون توی دیسکریپشن و توضیحاتتون هم اشاره کردیم به این قضیه، باید تمامی موضوعاتی که منجر به این دیاگنوز میشه رو هم اشاره بکنین که اینا در واقع شما ایندیکیشن های شما رو مهیا میکنه برای انجام درمان مثلا عصب کشی که شما مد نظرتون هست. این تمام این موضوعات رو اگر دقت داشته باشیم ما توی سیستم آموزشیمون بهش اشاره شده، ولی خب متاسفانه به خاطر سیستم درمانی و کلینیکی که ما توی ایران داریم و فقط برای حل مشکل توی ایران ما بیمارانمون به مراجعه میکنن، متاسفانه این سیستم وجود داره، باعث میشه که ما اینها رو اسکیپ بکنیم، اینها رو نادیده بگیریم. پس در واقع ما این سیستم ها رو توی ایران هم داریم، فقط اجرا نمیشن و این موضوعاتی هستن که توی دانمارک اجرا میشن و بهش اتفاقا بها هم داده میشه. پس دوستان حتما در نظر داشته باشن به این دو قضیه ایندیکیشن و دیاگنوز. این دیاگنوز و ایندیکیشن در واقع بیس درمان ها و طرح درمانیمون محسوب میشه، و بدون این دو علاوه که ما نمیتونیم هیچ کاری رو انجام بدیم، و اگر انجام هم بدیم خدا نکرده مشکلی پیش بیاد متهم خواهیم شد و ژورنالمون هم ناقص در واقع خواهد بود. پس بعد از این جمع‌بندی ها ما یک تریتمنت پلانی رو خواهیم داشت و اون رو به بیمار توضیح میدیم به صورت عامیانه، و بعد از گرفتن رضایت از بیمار طی جلسات دیگه این یا حالا اگر وقتی وجود داشته باشه همون جلسه انجام میشه برای بیمار، مثلا تنوالسینگ همون جنگیری که به صورت ما خودمون مطرح میکنیم توی سیستممون. پس این هم از این، و این رو هم عرض میکنم بدون رضایت بیمار و بدون اینکه به بیمار توضیح داده بشه توی دانمارک شما میتونه واسهتون مشکل ساز باشه و براتون در آینده مشکلی به وجود بیاره اگر بیمار شکایت بکنه و بگه که بدون اطلاع من و بدون رضایت من این درمان حتی ولو بر درمانی که شما انجام داده باشین درست هم باشه. پس این رو هم حتما دوستان بایستی در نظر داشته باشه.
و اما در مورد خود درمان های دندان پزشکی، درمان های دندان پزشکی توی دانمارک حتما بایستی با ثبت تمامی جزئیاتی که انجام میشه در طی درمان کاملا ژورنال نویسی بشه و پرونده سازی بشه. یعنی دوستان برای یک درمان ساده ترمیمی بایستی تمامی جزئیات اعم از به عنوان مثال از چه در واقع بر یا فلزی استفاده شده، از چه برندی برای پرایمرتون یا باند ادهسیوتون استفاده شده، یا برای در واقع اچتون از چه اچی استفاده شده، از چه برندی با چه درصدی، همشون بایستی با جزئیات اشاره بشه. چند ثانیه شستشو میدین، چند ثانیه با در واقع چی میگن پوارتون خشک میکنی، اینها بایستی حتما لحاظ بشه توی ژورنالتون و باز هم بدون این جزئیات، مطرح شدن این جزئیات شما به مشکل برخواهید خود نکرده. بعد و برای باز هم متاسفانه این چند کلمه خیلی تکرار میشه، بدون ایندیکیشن شما نمیتونید کار خاصی رو انجام بدیم. به عنوان مثلا شما توی یک مرحله ای از مراحل عصب کشی یا اندودونتیک که انجام میدین، شما نیاز به احساس میکنید نیاز به گرافی یا به قول داماکی و وندکن بریده لازم دارید، شما بایستی ایندیکیشن مربوط به این ایکس ری گرافیتون رو حتما لحاظ بکنید و الا شما باز دوباره به مشکل میخوریم و این ایندیکیشن ها هستن که اجازه در واقع کلید درهایی هستن که درهای درمانی هستن براتون و بدون اینها ما اجازه هیچ کار را نداریم. و این رو هم عرض بکنم، توی دانمارک شما برای هر کاری تقریبا هزینه دریافت میکنید. به عنوان مثال حالا همه جنبه های منفی رو گفتیم از بابت ایندیکیشن و دیاگنوز و این همه دنگ و فنگی که داره، توی دانمارک برای هر کاری که انجام میدین شما هزینه از بیمار دریافت میکنید، از بی‌حسی بگیرین تا مثلا هم ایکس ری که عرض کردم. ولی خب بعضیشون یک بازی چیزی داره، لیمیتیشن و محدودیتی داره. به عنوان مثال شما برای هر کوادرانت میتونین از بیمار اینجکشن هزینه اینجکشن یا در واقع بی‌حسی بگیرین، یا توی یک پروسه عصب کشی شما بیشتر از سیتوگرافی اجازه نداره که از بیمار هزینه بگیرین و پول شارژ بکنین. در واقع اینها هم در واقع جنبه های مثبت قضیه هستن که به خاطر این همه وظیفه‌ای که به عهده ما هستش ما میتونیم در واقع از بیمار پول شارژ بکنیم و برای حتی آموزش بهداشتی که شما توی مراحل معاینات اولیه‌تون انجام میدین شما میتونید از بیمار پول بگیریم و در واقع پول شارژ بکنیم و هزینه بگیرین از بیمار. و یا به عنوان مثال بیماری اومده مشکل خاصی نداره یا با یه مشکلی میاد و این مشکل نیاز به درمان نداره، منظورم این بود، اون موقع شما باز میتونی یه هزینه بگیری و هزینه هاشون رو هم اصلا قابل مقایسه با ایران نیستن و هزینه های خیلی بالایی هست و نهایتا دندان پزشکی توی دانمارک یکی از میشه گفت جزو رشته های پردرآمدی محسوب میشه توی دانمارک. پس دوستان همه این جنبه های منفیش رو عرض کردم، جنبه های مثبتش رو هم در نظر داشته باشید. اینها موضوعاتی بودن که به نظر بنده اومدن و به صورت خیلی کلی و جامع عرض کردم و خیلی به دیتیل دیگه اشاره نکردم چون دیگه سرتون رو در می آوردم و خارج از سیته در واقع 15-20 دقیقه بود. امیدوارم به دردتون بخوره، امیدوارم چیزای دستگیرتون شده باشه. باز هم اگر سوال خاصی داشته باشیم توی قسمت کامنت ها اشاره بکنید و سعی میکنم توی سالهای آتی با تجربه بیشتر به مطالب بیشتری اشاره بکنم و به سوالات شما هم طی اونها جواب بدم. تا دیدار دیگر، خداحافظ.